یه جک هیدرولیکی که میبینی در نهایت داره اینطوری کار میکنه روی جرثقیل، روی پرسا، روی تمام سیستما، از چه قطعاتی و با چه مراحلی ساخته میشه و مهمتر از همه قلقاش که طول عمرشو ببری بالا رو توی این ویدیو میخوام بهت بگم. سلام، من یاسر نجفی هستم. خوش اومدی به استودیو کمپانی یاین. خوشحالم میکنی که همین الان لایک کنی این ویدیو رو و توی کامنت ها برام بنویسی که توی صنعت هیدرولیک هستی و شغل تو برام بنویس. یکم با هم بیشتر حرف بزنیم، جای دوری هم نمیره. بریم شروع کنیم، سری بریم سر اصل مطلب. جک رو یه نگاه کلی به بدنش بنداز. اگه نگاه کنی میبینی که یه بدنه آهنی داره. اوکی، چرا؟ چون باید یه چیز قلدر باشه که فشار مثلا 200 بار 250 بار رو تحمل کنه. اما این پوسته آهنی سفت و سختش رو که بذاریم کنار، داخلش یه چیز نرم نیست، داخلش هم یه چیز سفتیه. ما یک شافت داریم و یه دونه پیستون، همونطوری که داری میبینی. این شافت و پیستون مهمترین قسمتش اون شیار و بریدگی، تراشکاری های دقیقی که داری روی پیستون میبینی، جای اورینگ و پکینگ مخصوص جک هیدرولیکه. چرا میگم مخصوص جک هیدرولیک؟ چون دوست عزیز باید یه چیزی باشه که فشار قوی که گفتم مثل بدنه بیرونیشو تحمل کنه. برای همین اورینگا و پکینگاش فوق العاده باید جنس خاص و محکمی داشته باشه، برخلاف اورینگ و اورینگ و پکینگ جکای پنوماتیک. حالا دو تا نکته رو بهت بگم. زمانی که شما این اورینگ و پکینگتون فرسوده میشه چه اتفاقی میفته؟ از کجا میتونیم بفهمیم؟ نگاه کن، زمانی که در طول این سیلندر داره این پیستون حرکت میکنه، اگه کوچیکترین خطایی داشته باشه روغن حرکت میکنه از پشت پیستون به جلوی پیستون. یعنی چی؟ یعنی داره برای ما یک افت فشاری اتفاق میفته و جکمون، یعنی یه دونه از جکمون نشتی داره به اصطلاح، حرکت خودشو به طور درست انجام نمیده. باید این اورینگ و پکینگش عوض بشه. و دیگه احتیاجی به گفتن نداره که مثل همین سیلندر داخلش باید خیلی خیلی تراشکاری و آنادایز دقیقی شده باشه که پیستون میره و برمیگرده، خراش نیفته روی پکینگا و رو خود بدنه، که در نهایت باعث بشه که همون نشتی که گفتم روی همین جک دوست داشتنی اتفاق بیفته. یه نگاه به بیرونش بکنیم. قسمت بالا و پایینش رو نگاه کن. داریم یه دونه چشمی مانند میبینیم که برای چی استفاده میشه؟ برای نصب جک و متحرک کردن جک. جک به طور کلی اگه اینا رو نداشته باشه یه حرکت خیلی خیلی خشکی داره. یعنی چی؟ یعنی زاویه حرکتی ما اونقدر بالا نیست. اما با استفاده از این چشمی ما میتونیم یک انعطافی به حرکت جکمون بدیم. دلیل استفاده از این چشمی یا قرقریا توی سر و ته انواع اقسام جکای هیدرولیک همینه که ما بتونیم یک حرکت، یک کار بیشتری رو بگیریم از جک هیدرولیکمون. حالا دوتا نکته رو میخوام بهتون بگم. اجزای داخلیشو دیدید و بیرونیش هم دیدید که چطوری باید ساخته بشه. دوتا نکته خیلی مهم داره، طلایی کار رو میخوام بهتون بگم. تا این آخر ویدیو اومدید این دوتا دشت کنید بعد برید. رزوه های ورودی و خروجی روی جکتون رو نگاه کنید. شما باید مناسب با فشار سیستمتون سفارش بدید اینا رو. مثلا میگم ما روی این جک اگه اومدیم رزوه 1/4 زدیم موقع تولیدش، نگاه کنید، میتونه 1/2 باشه، میتونه 3/8 باشه، میتونه 1 اینچ باشه. ما اگه برای یه دونه جک جرثقیل بیایم 1/4 بزنیم چه اتفاقی میفته؟ به شیلنگ فشار میاد، سرعت جکمون خراب میشه، حرکت خشکی هم داره جکمون، یعنی شافته میاد تق ضربه میزنه. پس سایز اونو مناسب با حرکتی که میخوایم داشته باشه و سرعت و قطر جکمون باید انتخاب کنیم. نکته دوم، گریس و روغنیه که قرار وارد این جک شما بشه. گریس شوکه یه گریس خیلی مخصوصه، این گریس های پنوماتیکی که ما به فروش میرسونیم. حالا اگه خودتونم میذارید حواستون باشه میتونه به مرور باعث بشه که از اون کیفیت پکینگ های جکتون کم بشه. پس شما باید حواستون باشه که گریسی که در نهایت میخوره توی این جک خیلی خیلی مهمه که از چه مدلی باشه. توی پنوماتیکش هم به همین صورته. اما توی هیدرولیک یه نکته دیگه هم مهمه، ویسکوزیتی که قرار روغن شما داشته باشه. ببینید کارتون چیه. هر روغنی رو نباید بدید توی جکتون بگید روغن هیدرولیک اوکی بره. نه، ممکنه سیستم شما احتیاج به مقاومت بیشتری داشته باشه سیالش، پس باید بیایم یک روغن مناسب سیستم انتخاب کنیم. این نکاتی که بود من تقدیم شما کردم، امیدوارم که به دردتون بخوره. تعمیر جکارم توضیح دادیم، آخر ویدیو کلیک کن برو ببین. دوستتون دارم، مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. سابسکرایب کانال یوتیوبم یادتون نره. خدا نگهدار.